به نام یاد خدا به خبر ساعت ده خوش آمدید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. جان باختن 9 پلیس ملی در یک حمله هوایی نیروهای خارجی در ولایت لوگر. این رویداد هنگامی رخ داد که نیروهای دولتی از بحر پاسخدهی به یک حمله طالبان درخواست کمک هوایی کردند. صحیح چې په امنیتی لحاظ سره د خط په لومړۍ کرښه کې واقع دي، هغه وروسته له ارصاد زیات له مشکل سره مخ دي. دیدار رئیس جمهور با شمار اسران احزاب سیاسی. حزب اسلامی میگوید که آقای حکمتیار در این نشست برای عمل شدن طرح احزاب سیاسی تاکید کرده است. در سه موضوع عمده رئیس صاحب میخوان که همراه اقشار مختلف افغانستان دیدار کنه و مشوره از وارد داشته باشند. آمادگی حکومت برای برقراری یک آتش بس. شورای عالی صلح از ریزنی ها برای تامین یک آتش بس همیشگی با طالبان سخن میگوید. طالبان هم راتلل، اردو هم و دوی خپلو که سره چه ودریدل باور و کچه دیرو خلق و جالل. و هشدار امریکا به کشورهایی که با ایران داد و ستد میکنند. به ادامه این داد و ستد ها میان ایران و افغانستان. سلام بر شما، من مسعود ملک هستم با خبرهای این ساعت اطلاع و اطلاع نیوز. در بمباران جنگنده های نیروهای خارجی بر بخش از ولسوالی یزرگ ولایت لوگر 9 پلیس ملی جان باختند و 14 تن دیگر این نیروها زخم برداشتند. این رویداد پس از نیمه دوشنبه شب هنگامی رخ داد که نیروهای دولتی از بحر پاسخدهی به یک حمله طالبان درخواست کمک هوایی کردند، اما جنگنده های خارجی خود این نیروها را آماج قرار دادند. در این حال گزارش ها می رسانند که در نبردهای دیشب میان نیروهای دولتی و طالبان در از رد ده تن از دو طرف کشته و زخمی شدند و نیز در این رویدادها غیر نظامیان آسیب دیدند. نبردها در ولسوالی یزرا از نیمه دوشنبه شب با حمله های طالبان بر چند پاسگاه نیروهای دولتی آغاز شدند. به گفته شورای ولایتی لوگر، از چند روز پیش چنین حمله های بر یزرا پیش بینی می شدند. هغه ساحه چې په امنیتي لحاظ سره د خط په لومړۍ کرښه کې واقع دي، هغه وروسته له ارصاد زیات له مشکل سره مخ دي. اوس هم نور ظرفي ځواکونه هم سیمې ته رسیدلي دي او انشاءالله څه ستونزه به نه وي. با شدت گرفتن این حمله های طالبان، نیروهای دولتی از نیروهای خارجی کمک هوایی خواستند. اما جنگنده های خارجی انگامی رسیدند که نیروهای دولتی در حال عقب نشینی از سنگرهایشان بودند و درست در همین لحظات نیروهای دولتی آماج جنگنده های خارجی قرار گرفتند. رویدادی که اکنون هم ماموریت حمایت قاطع و هم وزارت امور داخله چگونگی آن را به بررسی گرفتند. دغه بمباردمان په نتیجه کې زموږ 9 تنه پلیس شهیدانی او 14 نفره تپیانیگی. په دغه جنگ کې 10 نفر دښمن هم تلفات لري. درباره تلفات برخواسته از این نبردها در ازره که تا بامداد سه‌شنبه به درازا کشیدند، گزارش‌های متفاوتی پخش شدند. باشندگان این ولسوالی از رسیدن تلفات به غیر نظامیان نیز سخن میگویند. دی باندې لوکور نه سوای وتلای دا را باندې بند کړی او انداختونه را باندې کول زخمیان په ټوی کې پرالته دي مثلا دی غوډی جوړولو هیڅ امکان نشته تر څو چې ورځ نه کوم حکومت اقدام ونه کی او مثلا کمانډو بوله جی از بمبار په ونه کی مهم مهم نقطې باندې ویل شي. از راس ولسوالی های دوردست لوګر است که با ولایت ننګرهار مرز دارد و رای نیز از آن به پاکستان می رود. پیش از این هم از روبرو بودن این ولسوالی با تهدیدهای طالبان و داعش هشدارهای داده شده بودند. اما به گفته باشندگان ازره، نبردهای دوشنبه شب در این ولسوالی در چند سال اخیر بی پیشینه بودند. رئیس جمهور غنی با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و شمار از رهبران و سران احزاب جهادی درباره گفتگوهای صلح آتش بس و چگونگی برگزاری انتخابات گفتگوهای جداگانه داشت. حزب اسلامی میگوید که آقای حکمتیار در این نشست بر عمل شدن طرح احزاب سیاسی تاکید کرده. سخنگوی شورای حراست و ثبات میگوید که آقای سیاف از رئیس جمهور خواسته است تا در آتش بس با طالبان اصول و قواعد ویژه باید ایجاد کند. رئیس جمهور غنی با جنرال دوستم، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالرب رسول سیاف، سبقت الله مجددی، محمد یونس قانونی، عطا محمد نور، محمد محقق، انجینیر محمد خان، گلبودین حکمتیار، محمد کریم خلیلی، سید حامد گیلانی و شمار دیگری از سیاستگران و سران احزاب با گونه جداگانه گفتگو کرده است. در سه موضوع عمده رئیس صاحب میخوان که همراه اقشار مختلف افغانستان دیدار کنه و مشوره از وارد داشته باشند.
تا در تصامیم تمام مردم خود شریک بدانند و تصامیم به اساس اجماع کلی باشد. این دیدارهای رئیس جمهور با احزاب و رهبران سیاسی از بهره مشورت درباره انتخابات، گفتگوهای صلح و آتش‌بس گفته شده است. استاد سیاف در باب صلح و مصالحه و آتش‌بس تاکید بر تعریف یک سلسله اصول و ضوابط معین و مشخص داره که زندگی مردم اخلال نشوه. یک عضو شورای رهبری حزب اسلامی گلبدین حکمتیار میگوید که آقای حکمتیار در این نشست بر عملی شدن طرح احزاب سیاسی تاکید کرده است. حکمتیار صاحب سر از اینکه انتخابات باید شفاف باشه، بدون تقلب باشه و سیستم انتخابات حتما تغییر بکنه تاکید داشتن. کمیته سیاسی احزاب سیاسی نیز میگوید که طرح شفاف سازی انتخابات یک اولویت احزاب سیاسی است. هر گزینه ای که جلوگیری بکنه از یک انتخابات بحرانزا و پر از تقلب سازمان یافته روی میز احزاب است. ائتلاف بزرگ ملی، شورای حراست و ثبات و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین درباره چگونگی برگزاری انتخابات و گفتگوهای صلح در حال ریزنی هستند و قرار است که نتیجه این ریزنی ها به روز پنجشنبه اعلام شود. شورای عالی صلح از ریزنی ها برای تامین یک آتش‌بس همیشگی با طالبان سخن میگوید. سخنگوی این شورا میگوید که ریزنی ها در چندین ولایت کشور آغاز شدند و نتایج این ریزنی ها پیش از عید قربان در اکفرخان همگانی خواهد شد. در همین حال منبعی در حکومت وحدت ملی میگوید که در صورت توافق طالبان آتش‌بس روزهای عید از 10 روز تا 2 ماه تمدید خواهد شد و برای گروه طالبان در کابل دفتر گشوده خواهد شد. از سوی هم مردم از هر دو طرف میخواهند که آتش‌بس را اعلام کنند و دست از جنگ بردارند. در 3 روز عید رمضان ورود بیش از 430 طالب از دروازه چوکی ارغنده به شهر کابل ثبت شده است. بیشتر طالبان از ولایت میدان وردک از همین دروازه داخل شهر کابل شده بودند. ملک الدین از خوشی های آن روز برای من میگوید. در اختر دریم اورز و همانگه دلته و طالبان هم راتلل اردوم و دوی خپلو که سرچه و دریدل باور و کچه دیرو خلک و جالل. مردم میخواهند آن احساس را که در روزهای آتش بس داشتند همیشه داشته باشند. دائما نوربان وسی که بیام خیر په غورز پمدغ اختر که بیام لکه ته کوچینا اختر غنده امده سه سوله وکی. اما این فرمانده پیشین طالبان میگوید که ولو اگر طالبان فراخان آتش بس حکومت را در عید قربان بپذیرند، اما از ورود آنان به شهرها از سوی فرماندهانشان جلوگیری خواهد شد. پاتیه روربند که در تک و را تک پا با بند طالبان خوش نوه، نو دای خوش روه چی در دوی منطقیت چوک ورسی اجازه ور که یل تقریبان و دوستان ببینی او در طالبان و را تک دلتا در دوی نو خوش. با این همه شورای عالی سال از رایزنی ها برای چیگونگی تامین آتش بس همیشگی با طالبان سخن میگوید. مردم میخواهند که ادامه پیدا بکنه، دائمی باشه و اعتماد سازی شوه در جریان آتش بس. یک منبع در شورای عالی صلح میگوید حکومت افغانستان در نظر دارد که در صورت پذیرفته شدن فراخوان آتش بس حکومت از سوی طالبان بر این گروه 2 دفتر در کابل گشوده خواهند شد که یکی برای پیشبرد و گفتگوهای صلح و دیگر برای خانواده های گروه طالبان که با زندانیان این گروه دیدار کنند. اعضای حرکت صلح‌خواهی پناهجویان افغان در پشاور و نیز اعضای حرکت‌های مردمی صلح‌خواهی چند ولایت شرقی کشور در نشست در کابل بر نیاز به انجام گفتگوهای صلح میان طرف‌های درگیر در افغانستان تاکید می‌ورزند. آنان جنگ کنونی را بی‌معنا و گنگ می‌گویند و از گروه‌های مسلح در کشور می‌خواهند که از جنگ دست بکشند. پس از پیمودن چندین ولایت و رسانیدن پیام صلح‌خواهانه به باشندگان این ولایت ها، اکنون در کابل گرد آمدند تا یک بار دیگر بر تلاش های همگانی برای تامین صلح در کشور تاکید ببرزند. د افغان کډوال سولیز کاروان یوازینی هدف دا دی چې ولس د سولې په ولس کې د سولې په اړه شعور زیات کړي تر څو په خپله لاس په کار شو او دې غمیزې ته د پای ټکی کیږدو. این جوانان بدین باورند که بسیاری ها به هیچ علت و به هیچ هدف در جنگ کنونی در کشور درگیر شدند. از همین رو باید گفتگوهای صلح میان خود طرف های درگیر در کشور انجام شوند.
یو وروری په طالبانو کې دی، بل وروری په حکومت کې دی، یو وروری وزیر دی، بل وروری هلته قمندان دی، بل څوک نه دی، افغانان دی په خپلو کې. دغه احساس یا دغه نوښت هغه د هلمند ځوانانو وکړي چې د هلمند نه یې خپل آواز اوچت کړي، صلح آواز همدارنګه بالاخره کابل ته راورسېده. پیش از این رایان کراکر سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در افغانستان نیز از گفتگوها میان نمایندگان واشنگتن و طالبان در قطر انتقاد کرده است و گفته است که این تماس‌ها باعث خواهند شد که مشروعیت حکومت افغانستان بیشتر کاهش یابد. اما حکومت وحدت ملی میگوید که از این رویداد به گونه کامل آگاه است و هدف اصلی این تماس‌های واشنگتن را با طالبان زمینه‌سازی برای گفتگوهای صلح میان کابل و طالبان می‌داند. خوشسالی 20 ولایت کشور را در شمال غرب، جنوب غرب و بخش‌های مرکزی به شدت آسیب زده است. وزیر دولت در مورد رستگی به حوادث طبیعی میگوید که بیش از 1,400,000 تن به کمک‌های بیدرنگ نیاز دارند و در حدود 3 میلیون تن دیگر تا آخر سال به کمک نیاز خواهند داشت. در این حال چین یک بستگی کمکی 3012 تن برنج و 816 تن آرد را به آسیب دیدگان خوشسالی وعده می‌دهد. خشکسالی‌ها امسال 20 ولایت کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. بر بنیاد آمارهای وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، بیش از 1,400,000 تن به کمک‌های اضطراری نیاز دارند و در حدود 3 میلیون دام خوراک ندارند. این وزارت پیش‌بینی می‌کند که تا آخر سال روان 3 میلیون تن دیگر به کمک‌های بیشتر نیازمند خواهند شد. در نتیجه خشکسالی منابع آب تحت تأثیر قرار گرفته است. سطح آبهای زیرزمینی کاهش پیدا کرده، چشمه‌ها خشک شده، کاریزها خشک شده، جویها و جویبارها آبشان محدود شده. سفیر چین در کابل میگوید که چین افغانستان را در این آسیب‌های طبیعی تنها نخواهد گذاشت. او تاکید می‌ورزد که کمک‌های چین هم در بخش‌های زیرداری حکومت و هم در بخش‌های زیرداری طالبان رسانیده خواهند شد. مردم چین و حکومت چین در این زمینه همدرد افغانستان هستند. ما هر چه زودتر کمک‌ها را فراهم خواهیم ساخت. در همین حال سخنگوی رئیس جمهور میگوید که در آتش بس آینده 80,000 متریک تن مواد با آسیب دیدگان خشکسالی ها رسانیده خواهد شد. کوششی است که اینی مواد در روزهای آتش بس به اون مناطق انتقال شوند که زیادتر آسیب دیدن و از لحاظ امنیتی هم چالش وجود داره برشان کمک شوند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی می افزاید که هزینه کمک با آسیب دیدگان برای سال آینده در دست است، اما برای دو سال پس از آن ممکن با چالش های روبرو شویم. مسئولان بیمارستان مرکزی ولایت بدخشان میگویند که به تازگی یک مادر دو کودک با هم چسبیده از ناحیه سر به جهان آورده است. مسئولان این شفاخانه میگویند که نه تنها پوست این دو نوزاد به هم چسبیده، بل این دو نوزاد یک مغز مشترک دارند و عملیات جراحی آنان از توان پزشکان این بیمارستان بیرون است. از سوی هم خانواده این نوزادان میگویند که به علت مشکلات اقتصادی توان انتقال آنان را به خارج از کشور ندارند. این کودکانی با هم چسبیده‌ای هستند که به تازگی در شفاخانه مرکزی ولایت بدخشان به دنیا آمده است. مسئولان شفاخانه مرکزی ولایت بدخشان میگویند که دو شب پیش یک مادر از ولسوالی شهر بزرگ این ولایت به این بیمارستان رجوع کرد و این مادر در هنگام زایمان مشکلات زیادی داشت. جنسیت این کودکان دختر است. پزشکان بخش ولادی پس از عملیات میگویند که این کودکان از ناحیه سر با هم چسبیده تولد شده‌اند. وضعیت چون قدر خوبی نبود که مکانی که صورت گرفت به داخل تنفسیان یاده شد و قلب تنفسیان باز وضعیت چون بیبودی در وضعیت چون رونما شد به داخل یکان اتمامات برشان گرفتیم که تا هر حال زنده هستند. به طفلا هر دویشان فیمیل یا جنسیتشان دختر هست. ظاهرا وقتی ما میبینیم در قسمت سر اینا با هم وصل هستند، اما معایناتی که ما انجام دادیم مثل معاینه اکسری و معاینه التراساوند از سر نشان میده که علاوه بر از اینکه جلد در قسمت جلد و استخوان با هم وصل هستند، در قسمت داخلی یعنی مغزای اینا هم با هم وصل هستند و اینا به خاطر ادامه حیاتشان نیاز است که اینا به یک مرکز مجهز نیوروسرجری یا جراحی عصب فرستاده شوند تا اینا از هم جدا شوند. ریاست صحت عامه بدخشان میگویند که عملیات جدایی سر این دو کودکان از توانایی پزشکان این ولایت بالاست و نیاز است که به بیرون از بدخشان انتقال شوند. این لازم است و نیاز است که رجعت داده شود به یک مرکزی مجهزتر که تشخیص شود واقعا و کمکی به اطفال نیازمند شود. شفاخانه ولایتی و ریاست صحت عامه امبولانس است و نرس در اختیار اینا قرار میدهد. اینا به ولایت قندوز شفاخانه حوزوی رجعت داده میشه.
اما خانواده این کودکان میگویند که به علت مشکلات اقتصادی توان درمان این دو کودک را ندارند. پول خیلی با ما کمک کنند. انتقال بدیم؟ پزشکان میگویند که علت سوی شکل این کودکان فقر اقتصادی، مشکلات خانوادگی، عدم استفاده میوه‌جات و سبزیجات در هنگام بارداری و عدم رعایت حفظ صحت میباشد. تا لحظات دیگر. واکنش ها بر گفتگوهای مستقیم طالبان و امریکا. باز هم خوش آمدید. رئیس جمهور غنی هشدار می‌دهد که صلح با گروه نباید آغاز یک بحران دیگر باشد. آقای غنی تاکید می‌ورزد که در گفتگوهای صلح بحث قناعت و اجماع لازمی است و هیچ گونه تصمیم پنهانی درباره صلح گرفته نخواهد شد. این سخنان رئیس جمهور غنی در حال ابراز می‌شوند که یک دیپلمات پیشین آمریکایی گفته است که در گفتگوهای دو هفته پیش طالبان با معاون وزارت خارجه آمریکا در قطر نمایندگی حکومت افغانستان حضور نداشت. وزارت تحصیلات عالی امروز برنامه‌ای را برای نیاسنجی رشته‌های تحصیلی نهادهای دولتی و خصوصی در کشور در کابل برگزار کرد. مسئولان وزارت تحصیلات عالی می‌گویند که پس از تشخیص نیازهای بازار کار در این نهادها، دانشجویان برایت همین نیازها در رشته‌های مشخص برای فراگیری تحصیل و بیرون از کشور فرستاده خواهند شد. مسئولان تمامی نهادهای دولتی و شمار از نهادهای خصوصی اینجا در وزارت تحصیلات عالی گرد آمدند تا آن رشته های تحصیلی را که بازار به آنها نیاز دارد شناسایی کنند. وزارت تحصیلات عالی میگوید که پس از این وزارت دانشجویان را با در نظر داشت نیاز بازار کار برای تحصیل به بیرون از کشور خواهد فرستاد. بررسی ها و اطلاعات ما نشان دهنده وضعیت ناگوار در بازار کار کشور است. از یک سو برای تعداد محدود از بست ها هزاران تن جوان لسانس و ماستر کاندید می نمایند و از سوی دیگر بست های فراوان در برخی ادارات یا به دلیل نبود کادر مسلکی سالها فاقد متصدی هستند و یا هم با گماشته شدن افراد غیر مسلکی مؤثریت لازم را در حوزه های خود ندارند. با ادامه این نشست ها بتانیم نصاب تحصیلی افغانستان را بهبود ببخشیم، او را با نیاز بازار کار خود و نیاز دولت افغانستان هماهنگ بکنیم، برنامه های علمی خود را انکشاف بدیم. مسئولان وزارت تحصیلات عالی میگویند که این وزارت میخواهد تا شمار بیشتر دانشجویان را در بخش‌های چون گردشگری، باستانشناسی و خط آهن به بیرون از کشور برای تحصیل بفرستد. بعضی از رشته‌های که کشور وضعیت فعلی کشور از لحاظ طبیعی از لحاظ جغرافیایی نیازمند است، و رشته‌ها متأسفانه هم تقاضا کم است، اما کادر کم داریم، هم بخش متخصص کم داریم، هم برحال نیازمند هستیم. در این نشست شمار از مسئولان نهادهای دولتی کمبود رشته هایی را که کشور به آن نیاز دارد یک از علتهای بیکاری در کشور میگوید. در افغانستان واقعا بخشایی که رشته هایی که جوانان ما تحصیل میکنند بعد از تحصیلات که به دست نرن و نتیجه ملموس نیست، یعنی لمس نمیکنند. وزارت تحصیلات عالی میگوید که اکنون نزدیک به 17,000 دانشجوی کشور در بیرون از کشور مشغول تحصیلند و این وزارت میخواهد که تا شمار این دانشجویان را در رشته های تحصیلی که بازار کار به آنها نیاز دارد بیشتر سازد. تا لحظات دیگر. راه‌اندازی نخستین نمایشگاه فراورده های باغی. با
باز هم خوش آمدید. نخستین نمایشگاه فرآورده‌های باقی از سراسر ولایت‌های کشور در وزارت زراعت و بیاری را اندازی شد. در این نمایشگاه وزارت زراعت و بیاری ترویج نهال‌های میوه‌دار که با گونه‌های متفاوت حاصلات دلرس و زودرس می‌دهند به معرفی می‌گیرند. وزیر زراعت می‌گوید که از این گونه درختان در شمار از ولایت‌های کشور شانده شدند و حاصلات مناسب به دست می‌دهند. شماره صاحبان موترهای یک کلید و شماره موقت در پایتخت میگویند که با وجود پرداخت تعرفه های گمرکی و تگ مراحل اسناد قانونی موترهایشان از سوی حکومت پرزه می شوند. آنان میگویند که در حال حاضر در حدود 500 هزار موتر یک کلید و شماره موقت در کشور در گردش هستند و حکومت برای حل مشکل مالکان این موتر باید راه حل بنیادی را جستجو کند. از سوی هم این رانندگان ادعا دارند که حکومت موترهای بی شماره و یک کلید زورمندان را گردآوری کرده نمی تواند و تنها قانون را درباره مردم نادار و بیچاره در کشور اجرا می کند. پس از آن که حکومت برگشت و گذار موترهای فرمان راسته، یک کلید و موترهای بدون اسناد و پلید در کشور محدودیت هایی را وضع کرد. اکنون گفته می شود که بیش از 200 موتر از این نوع در گمرک کابل گردآوری شدند و قرار است که این موترها پرزه شوند. شماره از صاحبان این موترها با انتقاد از حکومت می گویند که موترهایشان که هر یک تا 10,000 دلار ارزش دارند، با پرزه شدن آنها بهای آن به چند صد دلار کاهش می یابد. کوم چې دا مسکینان در بدر خلک دي د ماشام یو ګوله روړی په پیدا کی تاسو کالی ورنکړه کالی زندګی کاږي خوښ درڅ کوم چې دا بد مکه وي دي خلک سره دا حسوی هم این افراد ادعا دارند که حکومت قانون را تنها برای افراد نادار عملی میسازد، در حالی که بسیاری از مقام های حکومتی و نمایندگان مردم در مجلس از موترهای فرمان راسته بدون اسناد و یک کلید استفاده میکنند. او دا موټر دا موټر دا اوس پیلن تاسو ګورئ د خپل کمره واخب د کابل کې آزاد ګرځي دا اوزو د امیرونو سره هم دا موټر شانس دی پارلمان دی وکیلانو سره هم دا موټر شانس دی خپل د حکومت د مسولین سره هم دا موټر زورواکانو سره هم دا موټر شانس ګرځي پکې خو د غریب سړی موټر ورکړي سره موټر مې به نامه پرزه چا طرف از پرزه چنده داخله ځی دونچا یا اسکلیت مکمل موټر است وخت کې پوین میشه دونمو سره عادت پاس بسته میشه ارزه میشه به بازار تجار می کارش است یا دولت باید جلوگیری و نموجه کنه. در این باره وزارت مالیه چنین میگوید به مالکین ازی وقت داده شده بود البته که بیاین این موترها را در ریاست محترم ترافیک ثبت و بعد از اینکه ثبت بکنن و مالکینش باید بایومتریک شوه باز در ظرف 3 ماه باید به گمرک مراجعه میکردن اسناد البته گمرکی را عقض میکردن بعد از اینکه مقدار محصول بپردازن. بر بنیاد اطلاعات داده شده در حال حاضر بیش از 70,000 موتر با مدل های گوناگون با اسناد های موقت در کشور گشت و گذار می کنند و بیش از 400,000 موتر های یک کلید که با نام کانتینری و پرزه‌ای نیز یاد می شوند به بازارهای کشور وارد شده اند. از سوی هم گفته می شود که با وجود محدودیت ها در این بخش اکنون هم موتر های یک کلید با نام های پرزه در کانتینر ها وارد بازارهای کشور می شوند. تا لحظات دیگر عمران خان نامزد حزب تحریک انصاف پاکستان برای نخست وزیری این کشور. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید هر کشوری که با ایران داد و ستد کند با آمریکا داد و ستد نمیتواند کرد. دونالد ترامپ ساعت پس از برگشت دوباره برخی از تحریم ها بر ایران هشدار میدهد هر کشوری که با ایران داد و ستد کند در بازارهای آمریکا سهم نخواهد داشت. تحریک انصاف پاکستان عمران خان را رسما نامزد این حزب برای پست نخست وزیری ساخت. این تصمیم دیروز در نشست این حزب در اسلام آباد گرفته شد. پایان خبرها هم از سلو شب بخیر خدا نگهدار. در طلوع نیوزن نگاه دوباره به سرخط خبرها. جان باختن 9 پلیس ملی در حمله هوایی نیروهای خارجی در ولایت لوگر. این رویداد هنگامی رخ داد که نیروهای دولتی از بهر پاسخدهی به حمله طالبان درخواست کمک هوایی کردند. دیدار رئیس جمهور با شمار سران احزاب سیاسی. حزب اسلامی میگوید که آقای حکمتیار در این نشست برای نوشتن طرح احزاب سیاسی تاکید کرده است.
آمادگی حکومت برای برقراری یک آتش بس شورای عالی صلح از ریزنی ها برای تامین یک آتش بس همیشگی با طالبان سخن گفت. و هشدار امریکا به کشورهایی که با ایران داد و ستد می کنند به ادامه این داد و ستد میان ایران و افغانستان. شمار از دانشجویان افغانستان در کازاخستان میگویند که دو سال می شود که وزارت تحصیلات عالی هزینه های تحصیلی آنان را نپرداخته است. این دانشجویان میگویند بانک سوی وزارت تحصیلات عالی کشور برای تحصیل به کازاخستان فرستاده شدند، اما اکنون این وزارت هزینه های تحصیلی آنان را نمیپردازد و آنان ناگزیر هستند که برای تمدید ویزه هایشان $300 به کازاخستان بپردازند. اما وزارت تحصیلات عالی از این موضوع اظهار بیخبری می کند. شمار از دانشجویان افغان در کازاخستان از بهر پرداخت نشدن هزینه های تحصیلی و امتیازات را که وزارت تحصیلات عالی با آنان تعهد سپرده بود از سوی این وزارت اعتراض دارند. این دانشجویان میگویند که 100 تن از دانشجویان کشور دو سال پیش در بورسیه های تحصیلی از سوی وزارت تحصیلات عالی برای فراگیری تحصیل به شکل رایگان به دانشگاه های قرغندی و سدبایوف کازاخستان فرستاده شدند، اما اکنون این وزارت هیچ گونه هزینه ای را برای آنان برای تحصیل نمی پردازد. تحصیل عزیز یک لطف بکنه به وزارت تحصیلات عالی مراجعه بکنه، ما تا از نزدیک موضوع را برابری وزارت تحصیلات عالی با بخش مربوطه شریک می سازیم، موضوعشون انشالله پیگیری میشه. ما امرای کنسول قزاقستان جلسه داشتیم در زمینه و امرای قرار شده که در سطح وزارت خانه هم این بحث مطرح شود. ما تلاش داریم که مشکل حل بکنیم و من بعد محصلین ما مجبور نباشند پول ویزار خودشان پرداخت بکنه. اما وزارت تحصیلات عالی در این مورد اظهار بیخبری می کند. ما که از اینجا ازام بورس گردیدیم برای ما خدمات صحی، مدد ماش ها، امتیازات دولت افغانستان و ویزای رایگان بود. متاسفانه ویزام باید محصلین پول بپردازن و امتیازات همان بیمه صحی و مدد معاشاتی که از طرف دولت جمهوری افغانستان وعده شده بود به مقدار $120 امریکایی به بعضی ها داده میشه، به بعضی ها از گرفتنش محروم هستند. خواستیم در این مورد نظر وزارت خارجه کشور و سفارت کازاخستان را نیز داشته باشیم، اما با وجود تماس های مکرر حاضر به دادن اطلاعات برای ما نشدند. وزارت تحصیلات عالی میگوید که اکنون نزدیک به 17,000 دانشجوی افغان در کشورهای همسایه و کشورهای چون ژاپن، تایلند، هند و کشورهای اروپایی مشغول فراگیری تحصیل هستند. خانواده های طالبان در ولایت پکتیا امیدوارند که در روزهای عید قربان باز هم آتش بس اعلام شود. آنان میگویند که آتش بس روزهای عید رمضان توانستند فرزندانشان که در صفوف طالبان هستند را پس از ماها ببینند و با هم بنشینند. در این حال باشندگان پکتیا از طالبان میخواهند که روزهای عید قربان را نیز آتش بس عمومی اعلام بکنند. در اینجا در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا باشندگان و بزرگان اقوام این ولایت در یک گردی همایی از گروه های درگیر می خواهند که روزهای عید قربان را مانند عید گذشته آتش بس اعلام کنند. در این گردی همایی خانواده های برخی از طالبان نیز دیده می شود. شورا که 42 ساله که در این گردی همایی شرکت کرده است می گوید که پسر کاکایش در صفوف طالبان است. وای می گوید که اعلام آتش بس پیشین سبب شد تا پسر کاکایش پس از ماها اعضای خانواده اش را ببیند. دیدن وش بود خویان دو سره دمیان دو سره دوستان سره کلیوال سره اخترون وکړه ډیر د خوان رزبا ډیر د ارواندون رزبا خدای دې تل تل پوره دغه سه ورځ دایمي کی مخکې حکومت اعلان وکړي چې قربان ده بیا لس ورځې اعلان وکړي بیا د طالبانو اعلان وکړي درې ورځې تم خلک خوشاله وو. در این گردی همایی زنان نیز شرکت کردند. این زنان میگویند که حکومت و طالبان بار دیگر روزهای عید قربان را آتش بس اعلام کنند تا طالبان و نیز نیروهای دولتی بدون ترس با خانواده هایشان دید و بازدید کنند.
مسافر بروری چې هغه څلور پنځه کاله بعد راغلو هغې مور وفات شوې وه. تاسې باور وکړئ چې هغه د خپل مور وفات څخه خبر و اما لیکن هغه قبر ته یې نه و تللی. دا اولین ځل دپاره درې کاله بعد خپل مور قبر ته راغلو. خوشحالي د ټولو په مخ او ټول خلک د دې شرکت کنندگان این گرد همایی میگویند که اعلام آتش بس زمینه خوبی برای سرعت بخشیدن گفتگوهای صلح است و آنان از طالبان میخواهند تا با استفاده از این آتش بس روند گفتگوهایش را با دولت سرعت ببخشند. مقام های محلی و امنیتی ولایت هرات میگویند که آنان آماده هستند تا بر بنیاد دستور حکومت مرکزی روزهای عید قربان را آتش بس اعلام بکنند. سخنگوی والی هرات میگوید که طالبان نیز در برخی از بخش ها با نامه هایی که بر استانشینان فرستادند از اعلام احتمالی آتش بس دومی پشتیبانی کردند. از سوی دیگر فرمانده پلیس هرات میگوید که نیروهای دولتی می توانند امنیت تمامی شهروندان کشور را تامین کنند. آمادگی های مقام های محلی و امنیتی هرات و نیز طالبان محلی در این ولایت برای اعلام آتش بس دومی. مقام های محلی هرات می گویند که طالبان نیز با پخش خبرنامه های برای روستانشینان از آمادگی هایشان برای اعلام آتش بس دومی در روزهای عید قربان خبر دادند. جای خوشحالی است که افراد در سطوح بلند طالبان علنا و عملا با چنین موضوع‌گیری های از پروسه صلح حمایت میکنه. از سوی دیگر فرمانده پلیس هرات میگوید که نیروهای دولتی امنیت طالبان را نیز تامین خواهند کرد. تشنه صلح هستند، با ما اقرار کردند که این جنگ جنگ نارواست، جنگ بیگانه است، اما اقتدار محدودی از یا که پسان هرمند شکستند و وافهمیدند که صفوف از ما رفتند و یا شاید برن یا خود در خطر انداختند دیدند دیگه یا همون جنگی که میخواه که دواندار در افغانستان باید ادامه پیدا کنه به مو کار خود ادامه دادن. باشندگان هرات از گروه های درگیر میخواهند که این آتش بسشان را همیشگی اعلام کنند. استقبال میکنم از آتش بس و از حکومت خواستارم که آتش بس دواندار کنه، چون هم به نفع مردم کاروبار رونق پیدا میکنه. سالیان دراز در کشور ما جنگه، واقعا مردم ما خسته شده، دیگه مردم ما از جنگ به هر حال خسته شدن، از اینکه چقدر مادرها ما داغدار شدن، چقدر طفلکای ما بی پدر و بی مادر شدن. اول ده دوار خواهی هم طالبان هم ده حکومت واری چه د تیر اختر په څیر په دې اختر کې موربند وکي او دا اوربند باید تر هغه وغځیږي، یعنی هغه درې ورځې ډیر سي. حکومت برای نخستین بار از 27 ماه رمضان تا 5 عید فطر و در مرحله دوم از 5 عید فطر تا 15 عید با طالبان مسلح آتش بس اعلام کرد، اما طالبان مسلح تنها 3 روز عید را آتش بس اعلام کردند. بانک جهانی هشدار می‌دهد که اگر انتخابات آینده مانند انتخابات گذشته با مشکلات روبرو گردد، افغانستان بخش چشمگیری درآمدهایش را از دست خواهد داد و با مشکلات اقتصادی روبرو خواهد شد. این بانک در گزارش 6 ماهش درباره وضعیت اقتصادی کشور می‌گوید که پس از مشکلات انتخابات ریاست جمهوری وضعیت اقتصادی کشور بهبود یافته است، اما اگر انتخابات آینده با مشکل روبرو شود اقتصاد افغانستان را آسیب خواهد زد. دستوری هم در گزارش اخیر بانک جهانی بیکاری و رکود فعالیت‌های اقتصادی در کشور برای ثبات آینده اقتصادی بسیار زیانبار گفته شده است. در گزارش اخیر بانک جهانی که زیر نام بروز شدن توسعه افغانستان پخش شده است، وضعیت ناداری در کشور بیش از 50% گفته شده است و بر بنیاد این گزارش از سال 2013 تا سال 2017 میلادی 140,000 شغل در کشور از دست رفتند. اما مسئولان بانک جهانی وضعیت کنونی را نسبت به سالی که بحران انتخابات در کشور به وجود آمد بهتر می دانند. آنان می گویند که اگر مشکلات انتخاباتی بار دیگر به وجود آید و با در نظر داشته مشکلات خشکسالی ها و کاهش فعالیت های اقتصادی، احتمال دارد که دستاورد های کنونی از میان بروند. در سال 2014 برهم خوردگی برخواسته از انتخابات سبب کاهش بزرگ در درآمدهای مالیاتی حکومت شد و اگر این وضع تکرار شود، ما تخمین می‌زنیم که در سال 2019 میلادی 500 میلیون دلار به مالیات کشور زیان خواهد رسید. وزیست چیزایی که من سروش اقتصادی صدا می‌زنم و حکومت افغانستان برنامه لازم روی دست داره
که عملا هم تطبیق شده در اکثر ولایت ها و تطبیق میشه. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که حکومت و جامعه جهانی باید برای مدیریت لازم کمک ها دست به کار شوند. با آنکه در 3 سال گذشته اقتصاد افغانستان بهبود یافته است، اما ترکیب از مشکلات خشکسالی ها، مشکلات انتخاباتی آینده و ناباوری های امنیتی به این معنی است که این وضعیت برای حکومت و بخش خصوصی چالش برانگیز خواهند بود. در گزارش آمده است که رشد اقتصادی کنونی در کشور 2.7%، رشد درآمدهای ملی 12.3% و نرخ تورم در کشور 3.1% است. مسئولان بانک جهانی سال آینده را برای افغانستان از راه گذر رشد و بهبود وضعیت اقتصادی پرچالش می دانند و می گویند که در این بخش تحولات سیاسی در کشورهای همسایه افغانستان شاید اثرهای بر اقتصاد کشور داشته باشند. آنان می گویند که در این بخش بیرون شدن دلار به کشورهای همسایه شاید نگران کننده باشد. مقام های امنیتی در حوزه جنوب میگویند که در یک سال اخیر 85 کارخانه تولید مواد مخدر نابود شدند. فرمانده قلردوی 250 تل میگوید که این کارخانه های تولید مواد مخدر در عملیات های جداگانه نیروهای دولتی در ولایت های فرا، نیمروز و هلمند نابود شدند. در این حال فرمانده پلیس هلمند میگوید در پیوند با تولید مواد مخدر ده ها تن بازداشت نیست شدند. ویران ساختن بیش از 50 کارخانه تولید مواد مخدر در ولایت های حوزه جنوب. مقام های امنیتی حوزه جنوب می گویند که 58 کارخانه تولید مواد مخدر در یک سال اخیر در عملیات های جداگانه نیروهای دولتی در ولایت های فرا، نیمروز و هلمند تخریب شدند. دشمن اضافه تر در 50 یا در مخدرات کمپانی زموج در افغان امنیتی زباکونو در اوائی کوه او در عرص در اوائی کوه تو پا ذریعه بانی در منز ورسیویدی. فرمانده پلیس هلمند میگوید که بیشتر این کارخانه ها در ولسوالی های دیشو، موساقله و برخی دیگری از ولایت های هلمند وجود داشت که اکنون تمام این کارخانه ها ویران شدند. ضربات هوایی که برای منابع اصلی یا فابریکات و یا نقاطی که پروسس میشه مواد مخدر در ساحه بارامچه و همچنان موساقله و بعض نقاط دیگه هلمند ضربات بسیار معاصر اینا انجام دادن که زیادترین کارخانه را در اوج از بین بردن. جنرال عبدالرازق میگوید که با تخریب این کارخانه ها سرچینه تولید پول طالبان در این ولایت ها از بین رفته است. ضربه هوایی یک به اصطلاح ضربه قوی اقتصادی برای پیکر خود مخالفین است که از پول مواد مخدر اینا تجهیزات نظامی به اصطلاح مواد منفجره و اکثر وسایل نظامی خود به خاطر تخریب افغانستان اینا خریداری میکنند. مقام های امنیتی ولایت حوزه جنوب هشدار میدهند که پس از این با کسانی که در این کارخانه ها مشغول کار هستند برخورد قانونی خواهند شد. شمار از باشندگان تخار در نشست اعتراض‌آمیز در کابل از حکومت میخواهند که برای تامین امنیت بهتر این ولایت هر چه زودتر دست به کار شود. آنان میگویند که مقام های محلی تخار به ویژه والی و فرمانده پلیس تخار توان مدیریت کارها را برای تامین امنیت ندارند و در یک سال گذشته اوضاع امنیتی تخار بدتر شده است. این باشندگان تخار هشدار میدهند که اگر حکومت برای تامین امنیت تخار بیدرنگ دست به کار نشود، حتی شهر طالقان نیز با خطر سقوط روبرو خواهد شد. این جوانان تخار با برگزاری نشست اعتراض آمیز در کابل از حکومت میخواهند که به امنیت تخار توجه کند. این جوانان میگن که نهادهای مسئول بخش امنیت تخار به ویژه فرمانده پلیس این ولایت توان مدیریت امنیتی تخار را ندارد و این سبب شده است که در یک سال گذشته وضع امنیتی تخار بدتر گردد. در چند شهرستان همزمان طالب حمله دارد. تلفات غیر نظامیان، تلفات نظامی بسیار زیاد است. متاسفانه نقیصه ای که در تخار در حکومت محلی وجود دارد، نبودی هماهنگی میانی نهادهای امنیتی، نبودی نقشه درست جنگ، نبودی سوقیداره، نبودی پرسنل درست، کمبودی ارتش. ما خواهان اقدامی عاجل و فوری حکومت مرکزی در پیوند به ناامنی های اخیری تخار هستیم. اگر این بی‌تفاوتی همو گونه ای که در طول 4 سال وجود داشته اگر ادامه داشته باشه، ما دیگه تخاری نخواهیم داشت.
این باشندگان تخار ادعا دارند که در تخار کسانی در رأس نهادهای کلیدی حکومتی گماشته می شوند که حتی درباره جغرافیای تخار آشنایی ندارند. متاسفانه حکومت مرکزی هیچ گونه توجهی در زمینه سرکوبی طالبان در اکناف ولایت شهری طالقان مرکز ولایت تخار ننموده. اشخاص کادر و با ظرفیتی که آشنایی و شناختی بیشتر از قضایای سیاسی، اجتماعی و امنیتی ولایت تخار داشته باشند، به عوض والی ولایت، قماندان امنیت، رئیس امنیت و مسئول ارتش تخار جایگزین گردند. در همین حال وزارت امور داخله به باشندگان تخار اطمینان می‌دهد که به زودی در وضع امنیتی تخار بهبود خواهد آمد. موجود تخار خلق و تا اتاسوی طریقه دارد ورکو چه علت به امنیتی وضعیت که تغییر رادزی که چیر تا علت لمره درجه مسئولین ده امنیت پتینگخ که پات رادزی ده قانون مطابق به دوسر برخورد کهی. نه تنها تخار، بل، فرا، ننگرهار، غزنی، فاریاب، هلمند، بادغیز، کندز و اروزگان از ولایت‌های دیگر کشور هستند که از چند ماه به این سو گواه درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان هستند. در ادامه هم گزارش‌های ورزشی را ببینید. خدا نگهدار. مودریچ که تا سال 2020 با رئال مادرید قرارداد دارد سالیانه 6.5 میلیون یورو در برنابو دریافت میکند. ولی اینتر برای عقد قرارداد 4 ساله دستمزد 40 میلیون یورویی را به او پیشنهاد داده است. البته روزنامه آس همچنان ادعا میکند که مودریچ در صورت که رئال مادرید با پیشنهاد اینتر برابری کند قید ایتالیا را میزند و در مادرید میماند. در این حال اسکای گفته است که چهارشنبه یا پنجشنبه مودریچ ملاقات مستقیم با پرس خواهد داشت و در این جلسه تصمیم نهایی گرفته خواهد شد. فعلا اینتر بسیار خوشبین است که مودریچ را به خدمت بگیرد. افریدی نامو نخستین ورزشکاری است که به نمایندگی از افغانستان در رقابت‌های جهانی موج سواری حضور پیدا خواهد کرد. آمون نه تنها اولین موج سوار افغان در این رقابت‌های قهرمانی جهان خواهد بود، بلکه نخستین موج سوار در تاریخ افغانستان نیز شناخته می‌شود. افریدون در حال آمادگی برای شرکت در رقابت‌های جهانی موج سواری سال روان در ژاپن است. او می‌گوید قرار است این رقابت‌ها در ماه آینده میلادی برگزار شود. آرزویم ایست که بتانیم افغانستان هم در امی ماتسواری در امی بازی اولمپیا اشتراک کنه. از امی دلیل امیال تمام اوشم در ماتسواری است. افریدی نامو یک ماه پیش با گروه از موج سواران به پنجشیر سفر کرد و موفق شد در دریای پنجشیر به موج سواری بپردازد. به گفته این موج سوار مردم فکر میکردند که در داخل افغانستان امکان موج سواری وجود ندارد. اما او ثابت ساخت که میتواند در دریای پنجشیر.